سلام بر شما با بخش خبر تلویزیون ایران فردا همراه هستید من فریبا شیروزی هستم مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد ایران از آمریکا به دلیل عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر جدید خود در سازمان ملل شکایت خواهد کرد خانم افخم اقدام آمریکا در زمینه صادر نکردن ویزا برای آقای ابو طالبی را نقض مقررات بین المللی و برخلاف قرارداد میان سازمان ملل متحد و دولت آمریکا دانسته است. روزنامه اشغال اوسط چاپ لندن روز یکشنبه به نقل از منابعی نزدیک به رئیس جمهوری خبر داد تهران در صدد تغییر نماینده جدید خود در سازمان ملل است و احتمالاً عراقچی را برای تصدی این کرسی معرفی خواهد کرد. اما خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه این ادعا را رد کرد در همین راستا سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی بر مذاکرات هسته‌ای تأثیری نداشته است ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از لغو سفر هیات پارلمانی هلند خبر داد و گفت هیئت پارلمانی هلند قصد داشت در تهران با برخی مخالفان دیدار کند که جمهوری اسلامی این موضوع را نپذیرفت. در همین حال یک نماینده دیگر مجلس از قطعی شدن سفر هیئت پارلمانی ایران به بریتانیا خبر داده است. عباس علی منصوری آرانی نماینده کاشان و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در گفتگو با خبرگزاری تصنیم گفته است این سفر قطعا انجام می شود اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست جکسترا رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس با ایران در جریان سفر خود به ایران در دیماه سال گذشته از هیات ایرانی همتای خود دعوت کرد تا به بریتانیا سفر کنند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته از عملکرد خود در وقایع سال 88 پشیمان نیست. آقای رادان در گفتگو با خبرگزاری تصنیم گفته نظام با کسانی که سال 88 با کار قبیه خود از خط قرمزها عبور کردند برخوردی متناسب با جرم آنها نکرد. اما پلیس با کسی تعارف ندارد و اجازه نمی دهد کسی از خط قرمز عبور کند. این مقام پلیس گفته است از عملکرد خود در فتنه 88 پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنه ای باشد برخورده قاطع می کنم. در جریان اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پلیس به همراه نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب معترضان نقش موثری داشتند. فرماندهان این نیرو چهار سال پس از انتخابات 88 اعتراف کردند در پاره این موارد با معترضان برخوردهای خشونتباری کردند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک به آمریکا و غرب هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هیچ توافق غیر اصولی را نمیپذیرد. نیروهای نظامی ایران با اینکه اجازه دخالت در سیاست را ندارند اما پس از توافقنامه ژنو بارها به غرب درباره عمل نکردن به توافقات هشدار دادند و همچنین از دولت حسن روحانی به دفعات انتقاد کردند محمد علی جعفری فرمانده سپاه میگوید اسلامی کردن سپاه مهمتر از معمولیت آن است به گزارش خبرگزاری فارس آقای جعفری همچنین در انتقادی تلویحی از دولت گفت اسلامی شدن برخی دستگاه های نظام به کندی پیش می رود وی گفت همه دستگاه های نظام اسلامی باید همه چیزشان و همه روش ها نظام ها و آین ها و فرهنگ سازمانیشان مبتنی بر مبادی دینی اسلام باشد این فرمانده سپاه همچنین گفته سپاه در راستای معمولیت خطیر خود باید در همه ارساهای معمولیتی و سازمانی خود الگو سازی کند و این موضوع شامل همه ارساهای فرهنگی، امنیتی و سازمانی می شود وی همچنین گفت اسلامی کردن دانشگاه ها هم به کندی پیش می رود تندرو از روند طرح اسلامی شدن دانشگاه ها که از حدود چهار سال پیش به خواست علی خامنه آغاز شده رضایت ندارند فرماندهان سپاه پاسداران نیز در دو ماه اخیر بارها از ضرورت ورود این نیرو در پروژه اسلامی کردن دانشگاه ها و سایر دستگاه های نظام جمهوری اسلامی سخن گفتند در انتقاد و هشدار دیگر هم مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به مذاکرات هسته میان ایران و طرفهای های غربی به آمریکا و غرب هشدار داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هیچ توافق غیر اصولی را نمیپذیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جزائری با بیان این هشدار ابزوده حاکمان آمریکایی و اروپایی درک درستی از منطق و گفتمان قالب انقلاب اسلامی ندارند وی راهبرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی درگیری و مشغول سازی عنوان کرده تا هم افکار عمومی آمریکا را به دشمن بزرگ خود ساخته سرگرم کند و هم مانع شنیده شدن پیام انقلاب اسلامی به مردم جهان شود جزایری مبارزه جمهوری اسلامی با ایالات متحده را مقابله حق با شیطان نامید و به همه کسانی که در این راه مبارزه می اطمینان داده که واشنگتن روزی خسته خواهد شد و از پای خواهد افتاد معاون ستاد کل نیروهای مسلح همچنین اظهار کرد در انتظار فرصت مناسبی هستم تا پاره از نافهمی ها و حماقت های سیاسی حاکمان آمریکا را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار دهم تیم مذاکره کننده اتمی ایران و پنج علاوه یک در حالی با غرب مشغول مذاکره هستند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور این مذاکرات را صادر و بر آن نظارت می کند با این حال و علا رغم دستور علی خامنه ای بسیاری از محافظ کاران و نیز فرماندهان سپاه بارها دولت روحانی را هدف انتقاد خود قرار داده و مدعی شدند که جمهوری اسلامی با مدیریت ظریف در این مذاکرات بسیار ضعیف عمل می کند جمهوری اسلامی و پنج به یک سال گذشته در ژنو به اتفاق اولیه دست یافتند و نشست کارشناسی مذاکرات همچنان ادامه دارند آخرین دور مذاکرات جمهوری اسلامی و غرب نیز به تازگی در وین به پایان رسیده است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است وضعیت فعلی این کشور یک نقطه عطف در سوریه است به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا به همچنین گفته جنگ اندیشه و تلاش ها برای تغییر هویت یکی از خطرناکترین روش های حمله استعماری است که در مرز آن قرار داریم رئیس جمهوری سوریه همچنین گفته روشنفکران و محققان باید به دنبال اصلاحات باشند و مزامین روشنی برای مقابله با حجمهای غرب وضع کنند او همچنین گفته سوریه به دلیل تاثیرش در منطقه عربی مورد هدف و حجمه است سخنگوی طالبان در مصاحبه ای اعلام کرده است انتخابات افغانستان فرایندی است که تحت فشار آمریکا برگزار شده و از این رو طالبان هیچ رئیس جمهوری در این کشور را به رسمیت نمیشناسد. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه ای اعلام کرد که این گروه هیچ رئیس جمهوری در این کشور را به رسمیت نشناخته و به مبارزه علیه دولت ادامه خواهد داد. در رویدادی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا عبدالله عبدالله رئیس سابق اپوزیسیون با 41 ممیز 9 دهم درصد آرا بر دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشی گرفته است این نتایج از شمارش 10 درصد از صندوقهای 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان به دست آمده است به گزارش خبرگزاری رویترز اشرف قنی احمد زی مقام سابق بانک جهانی و متخصص انسانشناسی از دانشگاه کلمبیا نیز با 37 ممیز 6 دهام درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد زلمی رسول نامزد دیگر ریاست جمهوری که گما میرفت مورد حمایت برادران کرزای باشد نیز با 9 ممیز 8 دهم درصد آرا جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است همزمان احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته من میخواهم روشن کنم که این نتایج میتواند در آینده تغییر کند و همان گونه که ما آرا را با درصد بیشتری اعلام کرده ایم این نتیجه نهایی نیست تا کنون با توجه به اینکه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از نیمی از مجموع آرا را به دست نیاورده است احتمال میرود که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود حمله مسلحانه به یک مرکز مذهبی و خانه سالمندان یهودیان در ایالت کانزاس آمریکا دست کم سه کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. شبکه خبری انبیسی با اعلام این خبر افسوده فرد مهاجم به هنگام حمله فریاد میزده است زنده باد هیتلر. برخی گزارش ها حکایت از دستگیری فرد مهاجم توسط پلیس دارد. وضعیت یک جوان 15 ساله که در این حمله مجروح شده و خیم گزارش شده است. ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در بیانیه ای اعلام کرد جنگ داخلی عملا در اوکراین شروع شده است. به گزارش ریانوفسی یانکوویچ در این بیانیه گفته است اوکراین با وضعیت جدیدی روبرو شده است و سران رژیم این کشور باید برای اقدامات تبهکارانه خود مجازات شوند. ویکتور یانکوویچ برگزاری فوری همه پرسی و انتخابات پارلمانی را راهی دانست که اوکراین را از خطر تجزیه نجات می دهد. در ادامه بحران اوکراین رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرد علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین دست به حمله خواهد زد در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل نیز به درخواست روسیه شب گذشته جلسه ای استراری درباره بحران اوکراین تشکیل داد بحران در اوکراین که با برکناری یانکوویچ آغاز شد پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه همچنان ادامه دارد الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که این کشور عملیات ضد تروریستی همه جانبه ای را با مشارکت ارتش علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای تورچینوف که در پارلمان اوکراین سخنرانی میکرد گفت که روسیه با دامن زدن به نارامی در شرق این کشور در حال سبک و سنگین کردن جنگ بر ضد اوکراین است. وی به شبه که تا صبح دوشنبه خود را تسلیم کنند قول داد که تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که مقامات این کشور اجازه نخواهند داد که سناریوی کریمه تکرار شود در همین حال گزارش های رسیده از اوکراین است که درگیری میان نیروهای دولتی با شورشیان هوادار روسیه در شرق این کشور یک افسر کشته شده و پنج افسر دیگر زخمی شدند از سوی دیگر وزیر امور خارجی روسیه میگوید که دستور مقامات کیف مبنی بر بسیج ارتش برای مقابله با شبه نظامیان مسلح هوادار مسکو در شرق اوکراین دستوری مجرمانه است. سرگئی لاوروف این اظهارات را در صفحه فیسبوکش بیان کرده و افسوده است حال این وظیفه غرب است که جلوی جنگ داخلی در اوکراین را بگیرد. آقای لاوروف نوشته است که غرب باید متحدانش در داخل دولت موقت اوکراین را تحت کنترل درآورد علاوه بر این روسیه از شورای امنیت سازمان ملل و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته که به مسائل پیش آمده در شرق اوکراین رسیدگی کند به گزارش خبرگزاری ایتارتاس در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده است وضعیت در جنوب شرقی اوکراین دارد وجهه خطرناکی به خود می‌گیرد مقامات کیف کسانی که با کودتا روی کار آمدند از قدرت خود برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده می کند. در این بیانیه از دولت موقت خواسته شده است تا دست از جنگ با مردم خودش بردارد و به تعهداتش در قبال توافقنامه 21 فوریه عمل کند. در این بیانیه آمریکا به عنوان نیروی معرفی شده که از معترضان جنبش میدان حمایت می روسیه از آمریکا خواسته است تا از دامن زدن به بحران ها دست بردارد و حساب خود را از حساب نئونازی ها و دیگر تندروها جدا کند روسیه در این بیانیه همچنین از اوکراین خواسته تا به جای اعمال خشونت وارد گفتگو با تمامی ساکنین منطقه شود و تغییرات اساسی در کشور ایجاد کند در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ده ها هزار نفر از مردم روسیه علیه دولت روسیه سیاستگزاری های آن در قبال اوکراین و نحوه پوشش اخبار این کشور در تلویزیون دولتی روسیه دست به تظاهرات زدند. در روزهای اخیر تلویزیون دولتی روسیه دولت جدید اوکراین را دولتی فاشیست معرفی کرده است که به گفته آن تحت کنترل آمریکایی هاست و سعی در خفه کردن صدای روس شرق اوکراین دارد. به گزارش آسوشیتد پرس برنامه های پخش شده از تلویزیون دولتی روسیه لحنی به شدت ضد آمریکایی دارند افراد شرکت کننده در این تظاهرات که آن را راهپیمایی حقیقت نامیدند پرچم های اوکراین را حمل می کند و پلاکارت هایی در دست دارند که روی آن خطاب به ولادیمیر پوتین نوشته شده بود دروغ را تمام کن در روزهای اخیر و پس از بروز نارامی ها در شرق اوکراین دولت موقت این کشور و ایالات متحده روسیه را در دست داشتن به این اتفاقات و تحریک روز زبان منطقه متهم می کنند. اتهاماتی که همواره از سوی روسیه رد شده و با این پاسخ روبرو شده که دولت موقت اوکراین دولتی تحت کنترل آمریکاست و در پی کودتا به قدرت رسیده است. روسیه ماه گذشته میلادی و پس از برگزاری رفراندوم در کریمه این منطقه را به خاک خود زمین کرد. اوکراین و کشورهای غربی این الحاق را غیرقانونی اعلام کردند و تحریم های اقتصادی علیه روسیه وضع کردند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرده است برنامه ناوگروه 29 این نیرو تغییر کرده و این ناوگروه به اقیانوس اطلس نمی روید. دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در سخنان خود که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده دلیل این انصراف را تغییر برنامه ها عنوان کرده است آقای سیاری همچنین گفته اگر تغییری در برنامه ناوگروه سیوم صورت نگیرد این ناوگروه آزم اقیانوس اطلس خواهد شد پیشتر ایران مدعی شده بود که چند کشتی خود را به اقیانوس اطلس و نزدیک مرزهای آمریکا فرستاده است هرچند ایالات متحده حضور نظامیان ایران را تایید نکرد با این حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد از این بابت نگرانی وجود ندارد چرا که بسیاری از کشورها در آبهای بین المللی این اقیانوس حضور دارند انتقادها به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به دنبال آزادی چهار مرزبان ایرانی توسط گروه جشل عدل به شدت افزایش یافته است در این خصوص جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در رابطه با مولوی عبدالحمید با گروه جیش و نحوه آزادی چهار مرزبان ابهاماتی وجود دارد که تاکنون رفع نشده است کریمی قدوسی گفته توضیح وزارت های اطلاعات و امور خارجه در این باره به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس قانع کننده نبوده است آقای کریمی قدوسی همچنین گفته نقش واسطه ها در آزادی مرزبانان باعث تشدید اقدامات تروریستی می شود و دولت باید در مجرای گروگانگیری مرزبانان مقتدرانه وارد عمل می شد. یک تحلیلگر محافظ کار می گوید تشتت و چند دستگی میان اصولگرایان عاملی برای بازگشت دوباره مجدد محمود احمدی نژاد به قدرت است. امیر محبیان گفته است اصولگرایان فاقد مرجعیت سیاسی کارآمدی هستند که بتواند این جریان را بگونه ای مدیریت کند که مانع از حضور افرادی خارج از سیستم موجود باشد به همچنین تشویق و حتی فشار حلقه های اطراف احمدی نژاد برای حضور مجدد وی به عرصه قدرت را از دیگر عوامل بازگشت رئیس جمهور سابق عنوان کرد. حمید رسایی از نمایندگان مجلس در نطق میان دستور خود بار دیگر به مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد و با حمله به دولت روحانی برای آنچه او پنهان کاری مذاکرات نامید ادعا کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا رابطه خصوصی دارند. حمله های کاران به توافق اولیه ایران و گروه پنج به علاوه یک مصوم به توافق ژنو همچنان ادامه دارد. این حملات توسط نمایندگان عضو جبهه پایداری که شاگردان محمد تقیه مصباح یزدی روحانی تندرو هستند صورت می گیرد. گروهی که یا در حال جمع کردن امضا در صحن مجلس علیه مذاکرات هستهی هستند یا در سخنرانی ها و گفتگوهایشان به تیم مذاکره کننده می تازند. در آخرین اقدام این گروه حمید رسایی که در روزهای پایانی سال هفته نامش به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکرات توقیف شد در نطق میان دستور بار دیگر به مذاکرات هسته‌ای حمله کرد او از اعلام بنبست در توافق ژنو آغاز کرد و با ادعای روابط خصوصی وزیر خارجه ایران و معاون وزیر خارجه آمریکا نطقش را به پایان رساند به گزارش سایت شخصی این نماینده مجلس رسایی در نطخ خود گفت دولت با امتیازهای متعددی که داده و امتیازات حداقلی که ستانده سبب جری شدن دشمنان دیرینه ی انقلاب اسلامی شده تا جایی که جبهه استکبار هر روز با ادعایی تازه نه تنها توهینی جدید می کند بلکه در مقابل انفعال مدیران سیاست خارجی یک گام به پیش می نهد او همچنین دولت را متهم کرد با انفعال در برابر این زیاد خواهی ها تلاش می کند تا توافقنامه ژنو را به سرانجام برساند و به زعم خود تحریم ها را بردارد و گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند همین نکته سبب شده تا جبهه استکبار سیاست تحقیر و تحمیل را در پیش بگیرد این روحانی تند رو در ادامه گفت توافقنامه ژنو به بنبست رسیده و بدون تردید به دلیل برخورداری این متن از واجه های کشدار و مبهم و به دلیل متناقض بودن آن با برخی معاهدات بین‌المللی از جمله معاهده ام و همچنین به دلیل زیاد طلبی های آنها بدون شک به مرحله نهایی نخواهد رسید. رسایی همچنین دولت را متهم کرد که تلاش می کند در قالب حیاهو و تبلیغات و بستن دهان منتقدان و توقیف نشریات منتقد از جمله هفته نامه نهدی الغا کند که توافق ژنو پیروزی بزرگی است. وی همچنین مدعی شد دولت در توافق نامه 28 امتیاز داده و 8 امتیاز گرفته که این امتیازات از نظر کیفیت نیز با هم قابل مقایسه نیست. رسایی در ادامه ضمن متهم کردن ظریف به داشتن رابطه خصوصی با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا افسود ما تردید نداریم تا ابر رهبری همچون خامنه ای پرچم این کشتی است قطعا پنج به علاوه یک نخواهد توانست به خواسته های شوم خود برسد هرچند نماینده آمریکا وندی شرمن ادعا کند که ظریفانه به آقای ظریف نزدیک شده و آنها در مذاکرات همدیگر را به نام کوچک صدا می کنند و گاهی در برد مسائل خصوصی با یکدیگر سخن می گویند. رسایی همچنین رسانه های اصلاح طلب را متهم کرد که دشمنی غربی ها را بزک می کنند. حملات جدید رسایی به تیم مذاکره کننده ای و شخص وزیر خارجه و متهم کردن او به داشتن رابطه خصوصی با وندی شرمن در حالی صورت میگیرد که پیشتر برخی منابع آگاه خبر داده بودند که مجلس بنا دارد با دست مایه قرار دادن مذاکرات هسته‌ای و آنچه رابطه خصوصی ظریف و مقامهای آمریکایی میخواند وزیر خارجه را به مجلس احضار کنند البته این خبر روز شنبه از سوی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تکذیب شد در هر حال بر اساس گزارش های غیر رسمی مجلس و به خصوص اعضای جبهه پایداری به شدت در صدد استیزاه محمد جواد ظریف وزیر خارجه بودند که با مخالفت علی خامنه ای روبرو شده و ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی طی پیامی به مجلس گفته است دست نگه دارند عبدالملک سلال رئیس ستاد انتخاباتی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر و یکی از نامزدهای انتخابات پنجشنبه آینده این کشور گفت بوتفلیقه در صورت پیروزی در انتخابات دست به اصلاحات گسترده خواهد زد. به گزارش خبرگزاری رویترز عبدالملک سلال که از سمت نخست وزیری الجزایر کنارگیری کرد و در حال حاضر رئیس ستاد انتخاباتی عبدالعزیز بوتفلیقه رئی جمهوری الجزایر است در یک سخنرانی برای هواداران بوتفلیقه با اعلام اینکه رئی جمهوری از سلامتی کامل به سر میبرد و هر روز با چهره های سیاسی نزدیک به خود دیدار و گفتگو میکند کند افسود در صورت پیروزی آقای بوتفلیقه در انتخابات وی دست به اصلاحات گسترده خواهد زد بنابر این گزارش عبدالعزیز بوتفلیقه 77 ساله که برای چهارمین دوره پنج ساله در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شرکت کرده بیشترین بخت پیروزی را دارد عبدالمالک سلال تصدیق کرد عبدالعزیز بوتفلیقه در صورت پیروزی اقدام به اصلاحات گسترده در قانون اساسی خواهد زد تا کشور بیش از گذشته به سوی دموکراسی پیش برود. در رویدادی دیگر در الجزایر به دنبال بروز نارامی فرقه ای در شهر چهار هزار سرباز الجزایری در نزدیکی این شهر به حالت آماده باش درآمدند. این آماده باش در حالی است که اخیرا درخواستهایی برای مداخله ارتش به منظور جلوگیری از خشونت های فرقی صورت گرفته است از اواخر سال 2013 میلادی مناطق مختلف شهر قرادیه شاهد درگیری های خونبار بین عرب و بربرهای آمازیقی موسوم به عباسی بوده است. محمد نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بد حجابی و بیهجابی تزلزل بنیاد خانواده کاهش جمعیت و افزایش طلاق را از مهمترین آسیبهای وجود ماهواره در خانواده ها عنوان کرده است به همچنین گفته ماهواره باعث شده زنان در ایران در ازدواج تأخیر داشته باشند فرمانده سازمان بسیج همچنین مدعی شده اگر ماهواره از بین برود هجاب هم افزایش خواهد یافت مقام های جمهوری اسلامی سال هاست با صرف حزینه های هنگفت در پی محدودیت دسترسی مردم به شبکه های و سایت های اینترنتی هستند که تاکنون در این امر موفق نبودند. محمد مهدیزاده معاون آموزش سازمان نسات سواد کشور از وجود 9 میلیون و 700 هزار نفر بی سواد در ایران خبر داد که 3 میلیون و 450 هزار نفر از این افراد زیر 50 سال سن دارند. یک کارشناس حوزه مسکن گفت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در صورتی که سیاست های دولت تغییر نکند، شرایط کلان در بازار مسکن تاثیر میگذارد و رکود تورمی در این بخش ادامه خواهد داشت. آقای اقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزوده است اگر وزارت راه و شهرسازی توجه ویژه‌ای به طرحهای افزایش تسهیلات و مسکن داشته باشد میتواند اثرگذاری در این بخش را بالا ببرد مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس آن اقدام کنندگان به سخت جنین، عقیمسازی و هرگونه تبلیغات در این باره مجازات می شوند. در همین راستا معاون وزیر بهداشت هم گفته است در راستای اجرا... اجرای سیاست های افزایش جمعیت زایمان طبیعی در ایران رایگان می شود. علا رغم سیاست های نظام برای افزایش جمعیت، رشد جمعیت در ایران همچنان منفی است. مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رسانده که در صورت رأی آوردن آن در صحن علنی اقدام کنندگان به سخت جنین عقیمسازی مانند وازکتومی و هر گونه تبلیغات درباره تهدید موالید و کاهش فرزندآوری مجازات می‌شوند. به گزارش سایت خانه ملت 131 نماینده به یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت رأی موافق و 43 نفر رأی مخالف دادند. بر مبنای طرح پیشنهادی کسانی که به تخلف از موارد ذکر شده در این طرح بپردازند مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی کیفر می‌بینند. ماده 624 برای کسانی که به طور غیر مجاز مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سخت جنین را فراهم سازند مجازات دو تا پنج سال زندان و پرداخت دیه را پیش بینی کرده است طرحهای یک فوریتی پس از تصویب فوریت آنها در مجلس به کمیسیون مربوطه در مورد طرح امروز کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع می شوند تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرند در همین زمینه معاون درمان وزیر بهداشت می گوید که در راستای اجرای سیاست های افزایش جمعیت زایمان طبیعی در ایران رایگان می شود. محمد حاجی آقاجانی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که اجرای طرح زایمان طبیعی رایگان در جهت اجرای سیاست های جمعیتی از یک سو و ترویج این نوع زایمان در دستور کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور قرار گرفته است. به گفته وی، در حال حاضر 52 درصد زایمان ها در کشور به صورت سزارین بوده و ایران از نظر سزارین در رتبه دوم جهانی قرار دارد. رئیس انجمن علمی مامایی ایران نیز سال گذشته اعلام کرده بود که ایران پس از برزیل در میزان عملهای سزارین در جایگاه دوم قرار دارد و در خبری دیگر نیز محمد حسنزاد معاون فنی درآمد سازمان تامین اشتباهی از همکاری دولت برای افزایش مرخصی زایمان خبر داده است. در حال حاضر زنان باردار پس از وضع هم شش ماه مرخصی دارند که قرار است با پرداخت سریع بودجه مورد نیاز از سوی دولت مرخصی به نه ماه افزایش پیدا کند. به گفته آقای حسنزاد اعتبار مورد نیاز برای اجرایی شدن این طرح در سال 93 294 میلیارد تومان اعلام شده است. با آنکه سازمان تأمین اجتماعی از همکاری دولت با این طرح میگوید اما شهلا میرگلو عضو فراکسیون زنان مجلس میگوید که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان مادران در نظر گرفته نشده و به همین خاطر احتمالا اجرای این طرح به سال آینده موکول خواهد شد خانم میرگلو به خبرگزاری فارس گفته است که نمایندگان این طرح را برای حل بحران جمعیتی کشور تصویب کردند با این همه منابع مالی برای آن در نظر گرفته نشده است طرح افزایش مرخصی زایمان در حالی مطرح است که بنا به های تازه سازمان تأمین اجتماعی در 18 ماه گذشته از میان 145 هزار زنی که از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، 47 هزار نفر آنها از سوی کارفرمایان خود اخراج شدند. زمزمه های افزایش جمعیت در ایران از سال 1389 و در زمان دولت محمود احمدی نژاد شروع شد و با پیامهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره جدیتر از سوی نهادهای حکومتی دنبال شد. خامنه ای چندین بار بر افزایش جمعیت ایران و رسیدن آن به 150 میلیون نفر تاکید کرده است و در همین راستا 50 نماینده مجلس طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده را امضا کردند طرح تهدید نس در ایران از اواسط دهه هفتاد و با شعار پسر یا دختر دو بچه کافی است به شکل جدی پیگیری شد اما این طرح در مهر ماه سال 91 از سوی رهبر ایران خطایی بزرگ خوانده شد و کم کم با محدود کردن ارائه رایگان وسایل پیشگیری حذف جراحی های پیشگیری از بارداری از چرخه خدمات عمومی و ترویج شعار فرزند بیشتر زندگی شادتر و با یک گل بهار نمیشه سیاست های جدیدی برای افزایش جمعیت ایران در پیش گرفته شد و حال انتظارها از دولت حسن روحانی این است که این سیاست ها را ادامه دهد. سید رزا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت آنچه در چند سال گذشته به خصوص در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رخ داده در مقابل وقایع دوران ها ناچیز است آقای صالحی امیری افزوده خوشبختانه این ملت توانسته همه چیز را پشت سر بگذارد چون فرهنگ پشت آن بود با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را رو برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.